درود بر شما. نهم تیر ماه 1402 خورشیدی و سیوم ژوئن 2023 میلادی. امشب در صفحه آخر میپردازیم به تعطیل شدن 400 شعبه وین مارکت زیر مجموعه رفاه و روند تعطیل شدن فروشگاه زنجیره‌ای رفاه در سراسر کشور، دلایل و پیامدهاش که از جمله بیکار شدن بیش از 15,000 نفر فقط به دلیل تعطیل شدن هایپر مارکت های رفاه. پرده آخرم خواهیم داشت آخر برنامه. بعد از تعطیل شدن فروشگاه رفاه شعبه دروازه تهران تبریز، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی به رسانه‌های محلی به اصطلاح گفت مشکل تعدیل نیروی فروشگاه زنجیره رفاه کشوری است و تنها مشکل استان و شهر تبریز نیست. فروشگاه زنجیره رفاه قصد دارد به دلیل زیاندهی تمامی شعبات خود در کشور را تعطیل کند. مسئولین فروشگاه رفاه در جلسه کمیسیون کارگری استان حضور یافتند تا وضعیت بررسی شود. اکنون شاهد تعطیلی تمام شعب فروشگاه های وین مارکت از شرکت های فرعی رفاه و کاهش سریع شعب فروشگاه رفاه و اخراج گسترده پرسنل در کشور و نیز عقد قرارداد یک ماهه با مابقی پرسنل هستیم و قطعا کشور با بزرگترین ورشکستگی تاریخ ایران و بحرانی عجیب و سراسری کارگری مواجه خواهد شد. اینا هفته پیش اتفاق افتاد. یکم برگردیم به عقب. 21 دی ماه 1400 سهام فروشگاه رفاه به عنوان یک شرکت دولتی در اختیار بانک‌های ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه و سازمان زمین و مسکن، بیمه ایران، بیمه مرکزی شهرداری تهران و برخی شهرداری‌های کلان شهرها قرار داشت. در سال‌های 1395 و 96 با یک اقدام جنجالی مالکیت 62% از سهام این فروشگاه زنجیره‌ای به شرکت‌های سپهر نوید آفرین و بازتاب سهام توس با قیمت ناچیز 465 میلیارد تومان واگذار شد. زمانی چوب حراج به این فروشگاه خورد که سرمایه فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه بیش از 5000 میلیارد تومان تخمین زده می‌شد و با 225 شعبه در زمان واگذاری، یعنی 95-96، و گردش مالی سالانه 1000 میلیارد تومان، نزدیک به 4000 پرسنل داشت و به سوددهی خوبی هم رسیده بود و روند رو به رشدی داشت. چند ماه عقبترش، عقبتر از دی ماه 1402 در واقع، الان میخوام برگردیم به وقایعی که درست قبل از این بحران فعلی اتفاق افتاد. مهر 1401 یکی از مدیران فروشگاه های زنجیری رفاه با بیان اینکه حدود 1500 فروشگاه رفاه در سراسر کشور داریم گفت حدود 15,000 نفر در این فروشگاه مشغول به کارند و میتوان گفت اشتغال زایی خوبی در این بخش انجام شده، اما به دلیل برخی تصمیمات غلط فروشگاه رفاه در شرایط خوبی به سر نمیبرد. او از فروش اموال املاک این فروشگاه ها توسط مالکان آن به عنوان یکی از مشکلات موجود نام برد و توضیح داد که تا امروز ملک فروشگاه های جمهوری، آزادی، پاسداران، میرداماد و قیطریه در تهران فروخته شده و همین املاک مجدداً از مالک جدید اجاره شده است. او با اشاره به زیان حدود 12,000 میلیارد تومانی فروشگاه رفاه گفت این فروشگاه ها سرمایه ملی است که به دلیل سوء مدیریت به این روز افتاده. با توجه به عدم پرداخت مطالبات، تأمین کنندگان بزرگ دیگر با فروشگاه زنجیره رفاه کار نمی کنند. تنها تأمین کنندگان خرد که همواره بین 4 تا 5 میلیارد تومان طلب دارند مجبور به ادامه همکاری نصف نیمه با این فروشگاه هستند. البته با تداوم این روند اینها نیز دیگر قادر به تأمین کالا نخواهند بود. این مال مهر 1401 بود که خدمتتون خوندم. همینطوری قضیه ادامه پیدا کرد. گاه تو رسانه هاشون نوشتن اوضاع رفاه بحرانی است، تخلفاتی شده است، دستگاه قضایی دارد دنبال می کند، پرونده باز کرده است. همین
در خدمت آقای فریبرز کلانتری هستیم، روزنامه‌نگار. آقای کلانتری خوش آمدید به امشب صفحه آخر. آقای کلانتری، خریداران فروشگاه رفاه در سال‌های 95 و 96 چه کسایی بودند؟ فروشگاه رفاه سال 74 در واقع با سهامدارای دولتی، در واقع بانک‌ها و بیمه و اینها و شهرداری‌ها به ویژه راه افتاد و تا سال 95 من یه گزارش کوتاهی دادم که وضعشم خیلی خوب بود و مدام شعبه‌هاش اضافه میشد. سال 95 و 96 به کیا فروخته شد که الان به اینجا رسیده؟ عرض کنم خدمتتون که داستان تاراج یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیری کشور توسط دو تا از مافیاهای اقتصادی کشور، یعنی صرافان برادرز و ابوترابیان برادرز، یکی از اون قصه های پرغصه خصوصی سازی در کشوره. در واقع برادران ابوترابیان صاحب همین دوتا شرکتی بودن که گفتید، سپرنوید آفرین و باساب سهام توس، که 62% سهام بانک فروشگاه رفاه رو با قیمت 465 میلیارد تومان، یعنی 62% سهامو با اون ارزشی که در موقع واگذاری داشت این فروشگاه ها، با 90% تخفیف به صورت اقساطی خریدن. اما واقعیت اینه که نه فقط برادران ابوترابیان، بلکه برادران صرافان، خب اونها هم در پرونده های متعدد متهم پرونده های متعدد فساد اقتصادی بودن، هم در این معامله شرکت داشتن، ارتباط های شرکت پیچیده ای دارن با هم دیگه اینها، در همین شبکه های شرکتی تو در تویی که این برادران تشکیل دادن، به علاوه این که در افتتاد یکی از فروشگاه ها ما میبینیم که یکی از برادران ابوترابیان و علی صرافان، در واقع یکی از برادران صرافان و یکی از برادران ابوترابیان در کنار وزیر کشاورزی حضور دارن بر افتتاد، و این نشون میده که به طور قطع این دوتا به اصطلاح خاندان خریداران به اصطلاح بخش خصوصی و اختصاصی سازی این فروشگاه ها برای خودشون بودن. آقای کلانتری، این دوتا خورد مافیای اقتصادی که فرمودین، برادران صرافان و برادران ابوترابیان، پشتشون، رانتشون که حالا شما وزیر کشاورزی گفتین، من نمیم وزیر کشاورزی فعلی یا قبلی، کی اسمش هم بگین خیلی ممنون میشم، رانت اینا کیان؟ پشت یعنی کی، کدوم کیا تو حکومت خلاصه از اینا باج یا همچین سهم یا باج هرچی بگیم میگیرن که اینا رو هول میدن و اینجوری؟ بله بله، عرض کنم خدمتون اون چی که به اصطلاح پابلیک شده و هست، هم در اسناد شرکت های اینا هست، یکی ارتباط ویژه‌ای که اینها با پسر آقای عباس آخوندی داشتن، آقای محمد مهدی آخوندی، در یکی از شرکت هاشون، این که این مشخصه. آقای آخوندی که اون موقع چه سمتی داشتن؟ آقای آخوندی در زمان دولت آقای چیز وزیر چیز بودن، وزیر راه و شهرسازی بودن دیگه، در دولت آقای روحانی که همین واگذاری انجام شده. بله. از سوی دیگه آقای علی صرافان ارتباط ویژه‌ای با آقای اکبر طبری و آقای مصطفی نیاز آذری، که در واقع پسر همون آقای نیاز آذری که مدیر کل اطلاعات مازندران بود و از نزدیکان آقای هاشمی بودن، ارتباط ویژه‌ای داشت و در دادگاه آقای طبری اصلا اسم آقای علی صرافان اومد که قرار بوده با آقای مصطفی نیاز آذری با هماهنگی آقای طبری 2 تن طلا وارد کشور کنن. یعنی این چیزی که مسلمه که این ارتباطایی که اینها دارن و اون چیزی که اسناد است و رسانه ها گفتند و خب مشکل 2 تن طلا وارد کشور کنن چی بود؟ یعنی چرا مشکل مشخص نشد؟ مشخص نشد میخواستن چی کار کنن. این یکی از اتهاماتی بود که در واقع نماینده دادستان میزد به آقای طبری
شما خواستید 2 تن طلا رو به صورت قاچاقی وارد کنید، ذیل اون اتهام پولشویی بود که در پرونده آقای طبری اومدش. خب ما در واقع 2 شاخه میتونیم جنبندی بکنیم. یک شاخه یعنی دولتی در واقع، یعنی سه شاخه شدن. یه شاخه که وصل میشد با آقای عباس آخوندی. آها. یه شاخه وصل شد از طرف نیاز آذری ها به آقای هاشمی رفسنجانی. آها. یه شاخه که وصل میشد از طریق آقای طبری به خاندان آقای لاریجانی ها. آها، 3 شاخه. اون آقای نیاز آذری رو قبلا مفصل دربارش برنامه داشته ایم. الان در چه وضعیه؟ کجاست؟ و میخوام ببینم، میخوام وصلش کنیم برای بیننده ها، فقط اسم نگفته باشیم. یه کوتاه بفرمایید که مشخص بشه این ارتباط. آقای نیاز آذری از متهمین پرونده طبری بود که قبل از آقای طبری دستگیر شد و آقای طبری هنوز تو قدرت بود، مساعدت کرد، این اومد بیرون با یه وثیقه‌ای و فرار کرد. آخرین خبری که من داشتم، ایشون در زاران در کانادا هستش، در واقع متهم ردیف 5 پرونده آقای طبری بودش که یک حکم 20 سال زندان هم گرفت در نهایت اون حکم. اما اون چیزی که من میدونم الان در کانادا بود، یعنی آخرین اطلاعاتی که بود، عکسایی که از ایشون منتشر شد که ایشون الان در کانادا هستش. ببینین، این برادران صرافان و ابو ترابیان، اینا هر دو قبل از خرید فروشگاه، به اصطلاح خرید فروشگاه رفاه، بی تردید در حوزه های دیگری فعال بودند. و آیا حالا شما یه جا رو گفتین که در دادگاه مثلا طبری اسم علی صرافان اومد، ولی به طور کلی اینا چه میکردند؟ چقدر پاک بودند؟ چقدر به قول علمای اعلام نجس بودند؟ چقدر خلاصه کثیف بودند و یا نبودند؟ من نمیدونم چه میکردند که بعد این فروشگاه های رفاه با صدها شعبه و درآمد و پروژه های موفق باید با این قیمت پایین که من نمیدونم چند درصد قیمت اصلیش میشه واگذار میشد به اینا، و اصلا روند واگذاری چه جوری بود؟ بفرمایید. بله، عرض کردم فروشگاه رو که با 90 درصد تخفیف خریدن، 62 درصد سهامشو به صورت قسطی. اما ببینید قصه صرافان اینها خیلی مهمه. ببین، خانواده صرافان اسمشون در اون تحقیق و تفحصی که از صندوق ذخیره فرهنگیان میاد مطرح میشه، جز متهمین پرونده بانک سرمایه هستن، عبر بدهکار بانک سرمایه هستن. بعدن اسنادی در مورد عبر بدهکاری اینها به بانک صادرات میاد بیرون. بعد در پرونده اکبر طبری دوباره اینا مطرح میشن، و همین اخیرن، خیلی اخیرن هم دادستان جدید تهران گفتش که ما این پرونده به اصطلاح ارزخاری در واقع این برنج محسن رو که همین برند خانواده صرافان هستش رو به اصطلاح با قرار مجرمی، یه کیفرخواست قرار مجرمیت صادر کردیم و فرستادیم برای دادگاه. یعنی این آخرین پرونده شونه. و البته علی صرافان چندین بار دستگیر شده. یک بار حتی وقتی داشته فرار میکرده با کشتی به یکی از کشورهای حاشیه خزر، اونجا دستگیرش میکنن. امیر حسین ابوترابیان هم باز از اونها، از خاندان ابوترابیانه که باز به جرم قاچاق ارز قبلا دستگیر شده. منتها وضعیت خاندان صرافان به گونه ای بوده که اینها اصلا نمیتونستن برای خرید فروشگاه رفاه اینها بیان، خودشون بیان جلو. و در واقع برادران ابوترابیان به عنوان سرفیس و پوشش قضیه میان جلو، و البته در پش اینا با هم هماهنگ هستن دیگه برای خرید این مجموعه. اینها یه بار هم مثلا خیز برمیدارن برای این به اصطلاح کشت و صنعت دشت مقان، که اصلا اهلیت اینها رو هم رد میکنن سازمان خصوصی سازی اینها. من نمیدونم چجوری میشه که برصد این فروشگاه ها رو با اینکه اینا اهلیتشون هم قبلا رد شده بوده دوباره در اختیار اینها قرار میده. ببینید، من اول بگم این نکته که آقای کلانتری فرمودن، فقط که گفتین اخیراً آخرین پرونده این بوده، دادستان تهران اظهار داشت
یعنی درباره پرونده برنج محسن مربوط به همین برادران صرافان چهارسوقی. بهمن 1401 دادستان تهران اظهار داشت متهمان پرونده موسوم به شرکت‌های گروه محسن به صورت سازمان یافته و در قالب 3 شریک واردات کالا و 1 شریک تجاری در خارج از کشور مبالغ کلان ارز دولتی از بانک‌های مسکن و پاسارگاد دریافت کرده و بدون ایفای تعهدات مربوط به واردات کالا با قاچاق ارز دولتی به خارج از کشور مبالغ کلان مال نامشروع تحصیل کردند. در این پرونده 8 متهم با همدستی دیگر جمعاً نزدیک به 140 میلیون درهم امارات و 750 میلیون وون کره جنوبی از بانک‌های مسکن و پاسارگاد دریافت کردند و بدون ایفای تعهدات ارزی واردات کالای مناسب بیش از 1000 میلیارد مال نامشروع تحصیل کردند. این متهم‌ها کیا بودن، کیا هستند و الان کجان؟ چون این ماجرای برنج محسن مال صرافان و ارتباط مستقیم داره با ماجرای در واقع فروشگاه رفاه، کجان اینا الان؟ این متهم‌ها 80 این داستان چیه؟ بفرمایید. اسمی نیوردن، اما اون چیزی که از این 8 متهم مشخصه، باید 2 نفرشون که همین یکیش آقای علی صرافانه، یکیشون همین آقای امیر حسین ابوترابیان، 2 نفرم متهم و اینا هم. من اسامی 6 تا دیگه هم نمیدونم، ممکنه برادرای دیگه یا افراد دیگه‌ای که با اینها در این موضوع شریک هستن باشن. و مثلا دادگاهی هم که میخواد برگزار بشه، من نمیدونم میخواد چه اتفاقی بیفته اینا، چون اینا قبلا بارها اسمشون اومده تو پرونده متعدد دیگه و هیچ اتفاقی نیفتاده. عرض کنم خدمتون که این نکته شما گفتید در شریک خارجی، این هم یکی از شگردهای عجیب این ها، شاید هم نکته باشه که مثلا هم این خاندان آقای ابوترابیان ظاهرا میگن ما یه شریکی در شرکتی در هند داریم و یه شریک خارجی داریم، و همین خاندان صرافان هم 2 تا شرکت بلفاس و الشفق که یکیشو به اسم یک به اصطلاح با هویت افغانی هست و یکی هم با هویت هندی، 2 تا شرکت هم اینها در امارات ثبت کردن که اتفاقا مثل شگردهای بقیه چیزا اینا همین شرکت‌های سوریه که در واقع صاحب اصلیشون خودشون هستن و اینا رو طرف‌های خارجی و شرکای خارجیشون جا میزنن که بعدها بخوان برای همین به اصطلاح این ارزایی که برنمیگردن و اینها با صدور فاکتورهای سوری و اوور اینوایس کردن فاکتورها اینها بتونن که به اصطلاح از زیر اون ایفای تعهدات ارزششون فرار کنن. ببینید، یه نکته ای که در این مسائل مربوط به همین بسته شدن فروشگاه رفاه من داشتم میخوندم این بود که در زمستان سال 95 که بخش اول سهام فروشگاه رفاه با حدود 145 میلیارد تومان به صورت اقساط به فروش رفت و در واگذاری بخش دوم 42% سهامش تقریبا به قیمت 348 میلیارد تومان فروخته شد. جالب این بود که این است که برادران ابوترابیان برند آوازه را که برنج آوازه و این چیز است که متعلق به خودشان است به مبلغ 348 میلیارد تومان، یعنی درست به اندازه 42% سهامی که مثلا فروخته شد، به مبلغ 348 میلیارد تومان به شرکت مدیریت سرمایه رفاه که زیر مجموعه فروشگاه رفاه است میفروشند که خودشان عضو هیئت مدیره آن هستند و این مبلغ را از حساب‌های رفاه برمی‌دارند. در واقع همان فردی که سهام رفاه را مفت خریده بود برند نچندان با ارزش آوازه را به قیمت نجومی 348 میلیارد تومان به رفاه می فروشد. ببینین این یکی از حالا شگردهای دیگه شون. چرا به اینجا رسید آیه کلانتری؟ چی شد؟ ببین دقیقاً شما ببین چه کارایی کردن اینا که به اینجا رسید وضعیت؟ بله دقیقاً، ببینید اینها یک فروشگاهی که با 225 شعبه در 29 استان با ارزش اون سال که 5000 میلیارد تومان که اگر میخواست اون روند رشدشو طی کنه الان باید حتما یه ارزش 5000 میلیارد تومانی داشت اون موقع، تحویل میگیرن و به صورت سازمان یافته، یعنی یکیش فقط فروش برند آوازه است که شما گفتید که میان تقریبا همون 4 حتی همون 465 میلیارد تومانی که قرار بوده نقدینگی تزریق کنن به این فروشگاه برای خرید اون بلوک 62% هم خارج میکنن اون پولو دوباره.
یه شگرد دیگه شون که شما تو بین خبرها گفتید اینها املاک در مکانهای لاکچری خوب تهران و استانها که متعلق به فروش به رفاه بوده رو میان میفروشن و همون املاک رو دوباره با قیمت‌های نجومی با اون واسطه‌هایی که خودشون هستن دوباره اجاره می‌کنن برای فروشگاه رفاه. یکی از یعنی با ترتیب دادن یه سری معاملات سوری، خود املاکی که بوده مالک بوده اجاره هم نمی‌دادن می‌فروشن با قیمت پایین زیر قیمت، اولا که صاحب میشن اون ملکو که حالا اون چون سهامیامه باید بحث جداست، در مرحله بعد میان اونو دوباره با یک قیمت دوباره دو برابر عادی میان اجاره میکنن و دوباره تضییع میکنن حقوق به سهامداره اونجا رو. یه شگرد دیگه اینا هم هست که اینها هزینه های سرسام‌آور میلیارد تومانی برای تبلیغات در واقع در نظر میگیرن و حالا با این پولها رو یه بخشش رو تزریق میکنن توی سلبریتی‌های فرهنگی هنری و سیاسی و اینها و از اونجا هم باز یه شرکت‌های واسطه‌ای تعبیه میکنن و یک مقداری به اصطلاح از اون پولی که بابت تبلیغات تصویب کردن ها دوباره به جیب میزنن. یه شگرد دیگه یه که اینا هم به اصطلاح خیلی استفاده میکنن همین تأسیس شرکت‌های خارجیه و گرفتن تسهیلات حالا کلان بانکیه، گرفتن ارز به اسم برسوره این برنده و به اصطلاح این فروشگاه ها و عدم تعهدات و اینها. و یه بخش دیگه شون هم که حالا در همون پرونده گفت پرونده آقای طبری گفتن و اون دو تن طلا و پول و ایناست که اینها با استفاده از این گردش مالی و نقدینگی فروشگاه یعنی مجموعه فروشگاهی به میزون پولشویی میکنن. یعنی یه عده که نیاز دارن پولشویی بشه اینها حتما اینها بستر خوبی هستن با توجه به این نقدینی و با این ترنوول بزرگ مالی که این کارو بکنن و اصلا مطرح هم شد در اون دادگاه که اینها میخواستن کمک کنن. تقریبا اون چیزی که من بررسی کردم اینه، ممکنه چیزای دیگه هم وجود ببینین داشته. آقای کلانتری مختصر اینا کجان چی دارن الان؟ یعنی میخوام اینم برخوردی یه همچین فروشگاه های معظمی وقتی که برچیده بشه تعطیل بشه و حالا تبعات اجتماعی و فشاری که روی کارکنانش میاد و بعد تبعات اقتصادی، کاری با اینا نداریم. از لحاظ اینکه حکومت چگونه با این موضوع برخورد میکنه، آیا چیزی دیدین یا میبینین یا این صرافان و ابوتراویان کجان چیکار دارن میکنن و حکومت چه برخوردی با این قضیه هستن به طور کلی با این بس شدن فروشگاه رفاه داره؟ عرض کنم که من بعیده به اتفاق بیفته. اصلا یک شگردی که ما داشتیم و مصادیق متعدد داره در این مفسدین اقتصادی اینه که اینهایی که به صورت خانوادگی وارد میشن معمولا اون بخشهایی که میدونن بعدها شاید دچار یه برخوردهای قضایی بشه یا مشکلات چیزی بشه یا اصلا هماهنگی که انجام میدن یه نفر به عنوان مثلا که میگن که همه تقصیرها رو میندازن گردن یه نفر، معمولش اینجوری که مثلا یکی این دو تا این برادرها ممکنه برن بگیرنشون، حتی الان هم تو زندان باشن، اما اون بیرون دارن کارشون رو میکنن. برای اینا هم مهم نیست اصلا کل فروشگاه تعطیل بشه، 15,000 نفر هم بیکار بشن، اینها تمام سود هیچ پولی ندادن، یه مجموعه اینجوری کردن املاک تاپ اون مجموعه رو صاحب شدن با واسطه پولشویی کردن، نمیدونم هزاران کار دیگه ای کردن در حاشیه اینها و روشنه که آیا پول و روشنه که چقدر پول خارج کردن یا نه هنوز؟ نه دقیقا مشخص نیست که یک شرکتی با این چیزو گرفتن با این ترنوور مالی الان 12,000 میلیارد تومان زیان انباشته داره، املاک خودش هم که عبه این رفته، فروشگاهش هم داره تعطیل میشه، این همه آدم هم بیکار شدن. در نهایت این چیزی که من دیدم در پرونده های اقتصادی، من یه تعبیری دارم میگم این مثل یه ژانر این فیلم هایی که پایان باز دارن، هیچ وقت مشخص نمیشه چی میشه. ممکنه 5 سال دیگه مثلا ما دوباره با هم گپ بزنیم، خب بگیم چی شد، هیچی معلوم نیست اصلا چی شد، متهمین کجا، فروشگاه کجاست، اصلا هیچی، یعنی سرانجامی نداره به نظر من.
بسیار ازتون سپاسگزارم آقای فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار افشاگر، که باز هم امشب در خدمتتون بودیم. ممنونم. ببینید، نهی به فهرست شرکت‌های بزرگ و کارخانه‌های تعطیل شده فقط در یک سال که الان می‌بینین، نگاه کنین، می‌بینیم که نزدیک به 90% دلایل تعطیل شدن‌های اجباری خلاصه می‌شود در 1. نداشتن بازار فروش، 2. مشکلات نقدینگی و عدم حمایت دولت، 3. بالا بودن قیمت مواد اولیه. خب هر کلاس اولی هم میفهمه که فقدان بازار فروش به دلیل رقابتی نبودن بازار دیگه، انحصار بازار دست یک گروه معین از راندخاران حکومتی است. این دیگه احتیاج به همچین فهم بالایی نداره. عدم حمایت دولت و مشکلات بودجه و نقدینگی و بالا بودن قیمت مواد اولیه و اینا موضوع مستقلی است که باید مفصل مستقل بهش پرداخت. اما از کجا این سقوط شروع شد؟ از خصوصی سازی در کشوری که رانت و رشوه در روابط اقتصادی و اداری حرف اولو میزنه. خلاصش بکنین، این اصل 44 قانون اساسیشون میگوید نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، اینا بخش دولتی هنو، رادیو تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند این هاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. اینا رو همه رو گفتن میدیم به بخش خصوصی. حالا اینا طبق قانون اساسیشون بخش دولتی. بخش تعاونی شامل شرکت و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. بعد دیگه تفصیل فلان. این چیزی که من براتون خوندم، یعنی طبق اصل 44 قانون اساسی، بزرگترین سهم اقتصاد مال دولت، نه بخش تعاونی و خصوصی، حتی در حد هر دوتاشون برابری هم نمیتونن بکنن با بخش دولتی اقتصاد. یعنی تمام صنایع بزرگ، صنایع مادر، معادن، بازرگانی خارجی، بیمه، گفتم بهتون، پست، تلگراف، تلفن، فلان. سال 84 وقتی خامنه‌ای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رو ابلاغ کرد، همین اصلی که براتون خوندم، و سال 85 هم سازمان خصوصی سازی درست شد، احمدی نژاد هم زغ زده رفت برای اجراش، خیلی ها که مخالف دولتی بودن اقتصادن به طور کلی، اونا هم ذوق کردن که خب به هر حال یه قدم درست حسابی برداشته شد بالاخره، غافل از این که این جمهوری اسلامی است که داره این قدم اساسی رو برمیداره، نه حکومتی که به هدف کوچک کردن دولت و رقابتی کردن بازار و تقویت بخش خصوصی این کارو میکنه. این جمهوری اسلامیه. با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 که هیچ ربطی به هدف اصل 44 نداره، که میگم در واقع بخش خصوصی تعاونی میگه اینا خدمتگزار بخش دولتی هستن و بخش دولتی هم بزرگترین بخش بیرقیبه که باید طبق قانون حال چجوری برخورد کنه، این بحث‌های دیگه. با ابلاغ اون اصل 44 که حضرت امام خامنه‌ای ابلاغ فرمودن، همه مملکت انگار فروشی شد، از معدن و مخابرات گرفته تا پالایشگاه و پتروشیمی و مجتمع‌های مهمی مثل هفت‌تپه و فولاد. اینا یا مستقیم به سپاهی‌ها و قرارگاه خاتم بابت بدهی دولت به سپاه مثلا واگذار شد، یا به خورد مافیاهایی که حالا بخش مقدمتا گفتیم که خود حکومتی‌ها در سیستم بانکی و حکومتی ایران درست کردن. یکی از این خصوصی شده ها بر طبق همین ابلاغی رهبر معظم فروشگاه زنجیره رفاه بوده که هفته پیش اعلام شد که داره تعطیل میشه. این روند پرشتاب واگذاری ها، ورشکستگی ها
تعطیلی ها، جدا از اینکه حاصل حرفه‌ای نبوده و نالایق بودن مدیران این مؤسسه هاست، این کاره نیستن، ولی اساسا ریشه در اوضاع اقتصادی مملکت داره دیگه. یعنی اگر فساد، راندخاری، دزدی‌های کلان از بانک‌ها و به چرخه تولید نینداختن اعتبارات ارزی و بانکی دلیلش باشه، همین مؤلفه ها سر تا پای نظام جمهوری اسلامی رو گرفته. فقط مسئله مربوط به بسته شدن یا تعطیلی یا ورشکستگی کارخونه ها و کارگاه بزرگ نیست. به نوشته خبرگزاری ایلنا، اول کارگران تعدیل می شوند، اخراج می شوند، بعد در شرکت تخته می شود و در نهایت کارخانه را با قیمت‌های بسیار ارزان در حد مفت واگذار می‌کنند. مثلا شرکتی که چندین هکتار زمین در شادآباد تهران دارد، به همراه چندین سوله و تجهیزات به 1/5 یا 1/10 قیمت واقعی زمین خالی در آن منطقه واگذار می‌شود. به کیا؟ به خودیا و خورده مافیاهای زیر عبای ملا، به قول زنده یاد بیژن مفید تو شهر قصه. نتیجه چی میشه؟ فقیرتر شدن مردم، انباشت سرمایه دست لایه نازک که از همین تازه به دورون رسیده های زیر عبای ملا. بعد در چنین وضعیتی دولت هم به دلیل سوء مدیریت مدام ضعیفتر میشه و خزانش خالیتر میشه. بودجه 1402 اگر نگاه بکنیم، این بودجه دولت محرومان، میبینیم درآمدهاشو قرار از سفره محرومان تامین کنه. خیلی بدتر از دولت‌های قبلیش. درآمد حاصل از مالیات را 826 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است دولت در سال 1402. این رقم در مقایسه با رقم درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه 1400 رشد 154% داشته است. یعنی فقط طی 2 سال مالیاتی که از مردم گرفته می شود 2.5 برابر شده است. آیا حقوق ها به همون میزان افزایش پیدا کرده؟ حقوق ها 2.5 برابر شده؟ یه حد اقلش دیگه، اینجوری بخواییم سر به سر بگیریم 2 تا 4 تایی. تورم 50% پیش بینی شده، اما افزایش حقوق کارکنان 20% محاسبه شده همین امسالی که توشیم. افزایش تورم فقط برای نهادهای خودی در نظر گرفته شده و آنچنان که اعداد نشان میدهد قرار است فشار تورم نه به نهادهای خودی بلکه به مردم وارد شود. کافیست در نظر بگیرید که بودجه کدام نهادها طی فقط 1 سال از 40% تا 60% افزایش یافته است. این یعنی درآمد مردم از طریق مالیات به جیب دولت باز خواهد گشت. به جیب دولت خواهد رفت در واقع، چی باز خواهد گشت. بعد به همین لایحه بودجه، قانون بودجه به اصطلاح نگاه که میکنین، سپاه که خودش درآمدزاست و گفته میشود که بیش از 1/3 اقتصاد ایران دستش، ردیف بودجه سالانه داره و 1/6 درآمد نفتی ایران هر سال از دولت میگیره. ردیف بودجه سپاه پاسداران در لایحه بودجه دولت در سال 1402 افزایش 131% دارد. به این معنا که رقم بودجه سپاه از 51 هزار میلیارد تومان در سال 1401 به 119 هزار میلیارد تومان در سال 1402 رسیده. برای درک بزرگی این رقم کافی است آن را با رقم درآمد نفتی کشور در سال 1402 مقایسه کرد و متوجه شد که سپاه به تنهایی قرار است 1/6 کل درآمد نفتی سال 1402 را بگیرد. بعد بودجه صدا سیماشون برای سال 1402 نزدیک به 8000 میلیارد تومانه. بر اساس این بودجه، بودجه صدا و سیما در سال 1402 بیش از 42% افزایش یافته. این افزایش بودجه در حالی است که سهم صدا و سیما از بودجه سال 1400 نسبت به سال پیش از آن حدود 56% افزایش یافته. آخه صدا و سیمای آقایون به چه درد این مردم میخوره جز اینکه سعی میکنه دروغ تحویل بده که کسی هم باورش نمیکنه که مردم باید نزدیک 8000 میلیارد تومان بهش بدن امسال. 42% بیش از پارسال. غیر از مالیات ها یه سری از هزینه های بودجه رو باید صادرات نفت و گاز و پتروشیمی تامین کنه دیگه، نمی کنه، گم میشه. وبسایت داده های باز ایران
نوشته است در سال گذشته قیمت گاز مایع پیوسته در حال افزایش بوده. این نمودار افزایش چشمگیر قیمت گاز مایع در خاورمیانه را نشان می‌دهد. قیمت این فراورده در آوریل 2022 یعنی فروردین اردیبهشت 1401 تقریبا دو برابر قیمت آن در خرداد 1400 بوده است. خب اما این چه نفعی برای مردم داره؟ چی به مردم میرسه؟ هیچی. حتی اون فروشی رو که جمهوری اسلامی به چین داره و کمتر درگیر تحریم هاست از طرق مختلف که حالا بحث دیگری است، همونم معلوم نمیشه پولش کجا میره. درآمد شرکت ملی گاز از محل این صادرات تازه حداقلی سال 1400 پیش بینی خود دولت 47 هزار میلیارد تومان بود که این عدد رسید به 67 هزار میلیارد تومان محقق شدش با نرخ دلاری که 23 تومان میانگین در نظر گرفتن. در سال 1401 پیش بینی دولت تو برنامه‌ریزی تلفیق شرکت گاز 90 هزار میلیارد تومان بود. این اعدادی که من خدمت شما عرض کردم هرگز در بودجه سنواتی کشور نمی اومده و نیامده و نخواهد آمد و ما خیلی تلاش کردیم، خیلی دنبال کردیم، به شدت مقاومت میشد از ناحیه وزارت نفت و شرکت ملی گاز به جهت اینکه این در واقع یک، من تعبیرم اینه، شاید تعبیر عامیانه‌ای باشه، ولی یک گوشت لخ نیست در مجموع دولت. 90 هزار میلیارد تومان بودجه بدون حساب و کتاب که فقط شرکت ملی نفت در هیئت مدیرش میداند این چه اتفاقی براش میفته، چون همه این حساب کتابای بودجه‌های شرکت گاز و نفت و پتروشیمی همه اینها عموما حسابدارش با شرکت ملی نفت از گاز شأن مستقلی نداره. این 90 هزار میلیارد تومان بدون نظارت حالا مجلس، نهادهای نظارتی و غیره فقط یه صورت مالی میدن، اون صورت مالی هیئت مدیره تصویب میکنه و تمام. میگیم پس خب حالا گزارش چی شد؟ جزئیاتش چیه؟ اعداد ارقام شما بدید. بنده با اون کسی که این موضوع رو در مجلس پیگیری کردم، دو سال پشت سر هم، هر دو سال عضو تلفیق بودم، هر دو سال جلسه گذاشتم از مدیران شرکت گاز، مدیران وزارت نفت، در سطح بالا، سطح پایین، کارشناسی، سیاسی دعوت کردم، اومدن توضیح بدن، یک برگ سند به ما ندادن، یک برگ سند که این هزینه چجوری اتفاق میفته. که گفتم خب این خرج بحثای توسعه‌ای میشه، گفتم خب خرج توسعه میشه، پروژه است، پروژه گانچارت نمیدونم هزینه کرد امسال چقدر، بالاخره این ادبیات ما هم بلدیم، چجوری هزینه میشه اینها. یه رقمشو به ما گفتن که 17 هزار حدودا 16 خورده 17 هزار میلیارد تومان پیمانکاری خارج از شرکت گاز. من اینا رو به عنوان درد دل خدمت شما عرض میکنم، میفهمید بحثای طرح اقتصاد و بحثای مهندسی و اینها رو هیچ سند مستقلی که یه کسی تایید بکنه، من حتی گفتم مثلا من اینام نمیخوام، سندم نمیخوام، وقت ندارین. روز آخر بود تو کمیسیون تلفیق، تو اون کمیته که من مسئولش بودم، گفتم اینا رو بنویسید بالاترین مقام امضا کنه و تایید کنه، بگه من صحت این هزینه ها رو تایید میکنم. این کارم نکردن. میگم ربطی به دولت های مختلف نداره، همین دولت، مدیر عامل شرکت گاز حاضر نشد امضا کنه اینو که بنویسه این هزینه ها درسته که بعدم براش چیزی نشه. بالاخره با چونه زنی، واقعا با چونه زنی، با چونه زنی ما 26 هزار میلیارد تومان از این 90 هزار تا رو آوردیم تو تبصره 14. حالا اون نموداری که اون جدولی که خدمت شما عرض کردم، انقدر لابی کردن با این نماینده ها، پیگیری کردن که این 26 هزار تا رو عیناً برگردوندن به شرکت گاز تو هزینه. یعنی ما تو درآمد، ستون درآمد 26 هزار میلیارد آوردیم، در ستون هزینه 26 هزار میلیارد تومان به شرکت گاز برگشت خورد. فقط یه کمیته گذاشتیم که حالا نظارت کنیم برای هزینه کردن 26 هزار تا. ارزمه چرا مقاومت میشه؟ به این دلیل، برای اینکه نظارتی توش نیست، برای اینکه این اتفاق سالهای سال هی تکرار شده، حداقل تو 10 سال اخیر این گوشت لخمی که ما در وزارت نفت داریم و هیچ پاسخگویی نسبت بهش وجود نداره اتفاق میفته. این فقط مال شرکت ملی گازشه. تازه برای شرکت ملی پالایش و پخش هم عرض کردم 6000 تنی هست که 2000 تنش رو میدونیم چی میشه، 4000 تنش نمیدونن چی میشه. یعنی بگی گزارش بدید که 4000 تن در روز چه اتفاقی براش میفته، گزارشی وجود نداره. خب با این حساب بار این گم شده ها در، من نمیدونم این شناختی نوشته شد یا نشد، من فیلمو ندیدم وقتی داشت پخش میشد، که ایشون نماینده مجلس بودن در
نشست مهندسان شیمی داشتن سخنرانی میکردن. خب با این حساب بار این گمشده ها در بودجه سالانه دولت، معذرت میخوام اسمشون هم هست مالک نیاسر، حالا یه فامیل دوم هم دار. ببینید تأمین بودجه سالانه دولت میفته رو دوش مردم با مالیات و با بیارزش کردن عمدی ارزش پول ملی. این دیگه ربطی به بی‌لیاقتی مدیران نداره، به دوز بودن مدیران مربوطه، به ضد منافع مردم بودن مدیران مربوطه. جمشید عدالتیان کارشناس و فعال اقتصادی میگوید تورم است که باعث میشود دولت برنده اقتصاد باشد و مالیات بیشتری بگیرد. از آن طرف دولت دلارها را در اختیار دارد که با فروختن دلار 50,000 تومانی میتواند بودجه را تامین کند، اما هزینه اش را مردم میپردازند. چون دولت هزینه های جاری و حقوق هایش را زیر نرخ تورم اعلام میکند و به جای زیر نرخ تورم اعلام شده ها و به جای 45% حد اکثر 20% افزایش حقوق میدهد. نتیجتا پرسنل دولت با کار خود در حال کمک به مثبت شدن تراز اقتصادی دولتن، یعنی برای دولت بیگاری میکنن. ببینید آقای احسان سلطانی اقتصاددان یک نموداری کشیدن، تهیه کردند و ترسیم کردند بر اساس داده های بانک مرکزی. نوشتن برای اولین بار در تاریخ ایران میانگین تجمعی نرخ تورم سالانه اعلام شده توسط مراجع دولتی برای 5 سال پی در پی از سال 97 بالای 40% باقی مانده و در سال 1402 وارد ششمین سال پی در پی خواهد شد. البته بی تردید نرخ تورم واقعی بیش از ارقام رسمی است. این برای اولین باره که در تاریخ ایران اتفاق میفته. خب در کل تاریخ ایران فقط در 3 سال داشتین میدیدین، فقط در 3 سال 1320 تا 1322 یعنی زمان اشغال کشور و سال 1374 نرخ تورم بالای 40% تجربه شده. شوک‌های قیمت ارز و به تبع آن شوک‌های قیمتی ابزار حکمرانی اقتصادی برای اخذ مالیات تورمی از عامه مردم است. مالیات تورمی برخلاف مالیات‌های عادی که از ثروتمندان و صاحبان درآمدهای بالا گرفته می‌شود، بر اساس درآمد تشمیر بالاتر و مالیات بیشتر می‌پردازد. ولی مالیات تورمی اینجوری نیست، از طبقات متوسط و پایین گرفته می شود چون بر پایه نرخ تورمه و آنها را هر روز فقیرتر می کند. در نتیجه شوک های قیمت ارز به ویژه از سال 97 به این طرف می بینیم که ارزش پول ملی در سالهای 97 و 1401 به اندازه 2 برابر 53 سال سلطنت پهلوی، نزدیک به 2 برابر 1 قرن قاجاریه، نزدیک به 3 برابر جنگ 8 ساله سقوط میکند ارزش پول ملی در 3 سال 97 تا 1401. شوک‌های قیمت ارز به رکن اصلی حکمرانی اقتصادی فاسد و ناکارآمد ایران تبدیل شده است. و خب این افزایش مدام نرخ ارز و بی‌ارزش کردن مدام پول ملی بلافاصله بر قیمت مسکن و مواد خوراکی و همه نیازهای اولیه مردم تأثیر مستقیم میذاره. به دنبال افزایش قیمت ارز از سال 97 به این سو، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت از 6 میلیون تومان در سال 97 به بیش از 60 میلیون تومان در بهار 1402 رسیده. رئیس جمهور مورد تشویق پیشوا آمد و وعده داد که سالی 1 میلیون مسکن می‌سازیم و راه ازدواج جوانان و زندگی جوانان را هموار می‌کنیم. اگرم نشده بسازیم با همین موجودی مسکن که در کشور داریم، خب وام ارزان مسکن میدیم بخرین. دیدین دیگه مسخره بازی این رئیسی رو در سیمای آقایون. همین هفته گذشته بانک مرکزی اعلام کرد به دنبال مصوبه شورای پول و اعتبار در آخرین روزهای بهار سقف وام مسکن برای زوجها افزایش یافت. به به به
بهره وام مسکن چقدره؟ 22.5%. بر اساس اعلام بانک مرکزی امسال سقف پرداخت وام مسکن برای زوجها در تهران به 800 میلیون تومان و وام جعاله یا جعاله مسکن به 160 میلیون تومان افزایش یافته است. یعنی اگر یک زوج از طبقه متوسط پس از عبور از مراحل سخت دریافت وام به آن برسند، باید 20 میلیون و 674 هزار تومان هر ماه قسط پرداخت کنند. فقط نماینده‌های مجلس هم دیگه که ماهی 100 میلیون تومان میگیرن میتونن از پس اقساط این وام ارزون بر بیان دیگه، وام ارزان. حزب اصلاح طلب اتحاد ملت ایران یک بیانیه تفصیلی داد، 3 تیر ماه 1402 منتشر شد. نوشت ریشه بحران تولید در ایران کاهش تقاضای کل است. جامعه تضعیف شده ایران امکان ایجاد تقاضا برای کالا و خدمات را از دست داده و به این ترتیب طرف عرضه یعنی تولید کنندگان نه در داخل بازاری میابند و نه راهی به بازارهای جهانی دارند. این راه نداشتن به بازارهای خارجی رو حالا اگه برسیم خواهم گفت، نقدن در همین داخل. مردم پول ندارن برای خرید اجناسی که قیمتشون ساعتی میره بالا. این ماجرای تقاضای کل انقدر کاهش پیدا کرده. وقتی تولید کننده و عرضه کننده به بازار خریدار نداشته باشه تو بازار، خوب ضرر میکنه. کارخونه های یکی یکی بسته میشن، تجار بیش از پیش به بانک‌ها بدهکار میشن. کاهش تقاضای کل یعنی این وضعی که در ایران امروز داریم میبینیم. اجناس غیر خوراکی مثل پوشاک و وسایل منزل بیشتر دست دوم و چندم خریدار داره، تازه اونم هر روز داره بازارش کم رونق‌تر میشه. خبری میخوندم دیروز که بازار دست دوم پوشاک هم دیگه مشتری نداره. اقلام خوراکی هم اینجوری شده. 66 تومن. دو کیلو گوشت 1 میلیون تومن. مرغ هم که خب ببینید دیگه، ارسالی به کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار، گوشت یخزده را در فروشگاه تعاونی روستایی توسط دولت هر کیلو 325 هزار تومان توزیع میکنن. خاک تو سرتون. اونم معلوم نیست گوشتش چجوریه به خورد مردم میدن. ببینیم، من نمیخوام به فهرست قیمت رو بپردازم، خودتون خیلی خوب میدونین چه مصیبتی است. میخوام یه نکته رو بگم. توی همچین جهنم فقری کسایی هستن که فقط برای شهریه یه ترم تحصیل بچهشون تو مدرسه غیر دولتی 100 میلیون تومن میدن. این نظام مقدس اسلامی بعد از 44 سال به اینجا رسوند، از خمینی تا این بعدیش. طبق اصل 30 قانون اساسیشون، دولت موظف است وسایل آموزش پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش داد. بعد اومدن این اصل رو تفسیر کردن، گفتن این به معنی ممنوعیت مدارس و دانشگاه پولی نیست، دولت کارش رو کنه. بعد مجلسشون قانون تصویب کرد که مدارس غیر انتفاعی، نفی هم نمیبریم، غیر انتفاعی قانونیست. نتیجه این شد که امروز شهریه 100 میلیون تومانی در مدارس غیر دولتی غیر انتفاعی گرفته می شود. دیگه یعنی بحث بر سر این نیست که اصلا مدارس غیر انتفاعی با این اسم حق بازانه غیر انتفاعی بنابر قانون اساسی خودتون غیر واقعی است، غیر قانونی است یا نه. میگن چرا نظارت نمیشه که آیا این مدارس متناسب با پولی که میگیرن خدمات میدن یا نه. اینو من نمیگم، آصفری نماینده مجلس میگه. چه ارزیابی هایی توسط وزارت آموزش پرورش انجام گرفته که ببینن آیا اون تعهداتی که مدارس غیر انتفاعی به مردم داشتن، مثلا وقتی که میخواد بره خانواده ثبت نام بکنه، اولا که من این مبالغ 46 تومن قبول ندارم، تا 70 تومن بعضا تا 100 میلیون تومن هم بعضی از مدارس میگیرن به بهانه های مختلف، نمیدونم آموزش یوگا و زبان و استخ بردن و اردو و غیر از چند درصد از اینها را وزارت آموزش پرورش رفته بررسی بکنه به اون تعهداتی که این مدارس غیر انتفاعی داشتن آیا به اون تعهدات خودشون عمل کردن؟
اینا مشکلات خودشونو دارن، ولی 100 میلیون تومان شهریه این مدرسه رو کی میده؟ کی میگیره؟ کیا میتونن این پولو در این نظام قسط اسلامی خرج کنن؟ بنا به آخرین داده‌های رسمی منتشر شده، سهم دهک دهم که ثروتمندترین دهک جامعه محسوب می‌شود، از هزینه کل پولی که خرج میشه بیش از 30% برآورد شده. سهم دهک اول به عنوان فقیرترین دهک جامعه از هزینه کل پولی که تو مملکت خرج میشه تنها کمی بیش از 2% است. یه دهک بیش از 30% کل خرج مملکت رو خرج میکنه، یه دهک که جمعیتش هم بیشتره بیش از 2%. چند نفره جمعیت خانوار دهک دهمی؟ به طور متوسط 3.5 نفر است و 1,700,000 نفر از آنها کار می کنند و درآمد دارند. باورتون می شه 30% سهم از هزینه کل مملکت رو اینا می کنند، 1,700,000 نفر آدم. خب اینا کیان؟ مراجع تقلید، مدیران دولتی، صاحب منصبان حکومت، مدیران بانک ها و صندوق های مالی و اعتباری، تاجرهای دمکلفت بازار، دلالای ارز و واسطه های این مدیران و تجار که از طریق واسطگی و فامیل بازی به این ثروت بادآورده رسیدن. به همین دلیل من همش میگم این تازه به دورون رسیده ها که ول نمی کنن. حکومت 44 ساله روحانیت این لایه انگل همه چیز خار رو پرورش داده و این لایه هم به هم خوردن وضع موجود یا حفظ وضع موجود براش حکم مرگ و زندگی رو داره. بی خود نیست که میبینی همشون از جنبش های انقلابی که موجودیت جمهوری اسلامی رو به خطر میندازه مثل سال 1401 به میدون میان اون موقع ها. حتی بنگاه اقتصادی که از بودن زیر عبای ملا بهرمند میشن، میهن و دیجی کالا و اسنپ، دیدین دیگه 1401 اینا به کمک نیروی سرکوب حکومت آمدن. اینا همه یه طرف هن. نزدیک 70 میلیون نفر که زیر خط فقر هستن طرف دیگه، جبهه سومی وجود نداره. دین و مذهب و آقا پیغمبر فلان اینا همه بهانه است. جبهه سومی وجود نداره در واقعیت زمین. همین واقعیت نشون میده امید کسانی که فکر میکنن مذاکرات پنهان و آشکار جمهوری اسلامی با آمریکا و اروپا راهی به دهی باز میکنه بی خودیه. هدف از حکومت کردن خدمت به مردم و منافع مردم نیست، هدف صرفا حفظ حکومت با توسط به لایه نازک بهرمندان از این حکومت در داخل و خارج از ایران. حالا هر گربه رخصونی هم که انجام بشه این هدف که تغییر نمیکنه. همین هفته پیش بود که وسط این مذاکرات با مثلا پول میاد در ایران مذاکره میکنیم، همین هفته پیش دارین عکسو میبینین، رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با رهبران حماس در تهران با تاکید بر حمایت جمهوری اسلامی از قضیه فلسطین گفتن سرزمین فلسطین متعلق به همه مسلمانان است، بنابراین بر همه مسلمانان واجب است برای آزادسازی آن وارد میدان شوند و یک وظیفه شرعی است. همون روز دوم تیر 1402 FATF گروه ویژه اقدام مالی بین المللی نتیجه نشست دوره خودش اعلام کرد. رنگ سیاه FATF بر روی نام ایران، ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند و مشمول اقدامات متقابل بین المللی شد. وبگاه کارگروه ویژه اقدام مالی بین المللی FATF با اعلام اینکه با توجه به اینکه ایران نتوانست مقررات پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم را، یعنی شفافیت مالی و تأمین مالی و عدم تأمین مالی تروریسم، این دوتا رو
نتوانسته مطابق استانداردهای FATF به تصویب برساند، گروه ویژه اقدام مالی تعلیق اقدامات مقابله ای را به طور کامل لغو کرده و از اعضای خود میخواهد اقدامات مؤثر مقابله ای را مطابق توصیه ها به اجرا درآورند. اعضای خود میخواهد یعنی همه کشورهای جهان به جز جمهوری اسلامی و کره شمالی که هر دو در لیست سیاه FATF هست. تأثیرش یعنی چی؟ علی تقوی کارشناس مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی است که این حرفو میزنه. میگه اینطور نیست که بگوییم چون روابط بانکی ما با جهان همین الان دچار مشکل است، پس FATF نمیتواند مشکل جدیدتری ایجاد کند. FATF ابعاد مختلفی دارد و همه حوزه‌های مراودات اقتصادی را شامل می‌شود. از املاک و بورس تا تجارت و بیمه و خرید و فروش و گمرک تا صرافی‌ها و همه این حوزه‌ها رو در بر می‌گیرد و با تحریم‌های آمریکا متفاوت است. تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی یا یک بخش خصوصی را یا یک بخش صنعتی را هدف گرفته و یا شامل یک فهرست کوچک و بزرگ از اسامی افراد یا چندین شرکت عقیقه و حقوقی است. اما تحریم FATF تابعیت ایرانی افراد را هدف می‌گیرد و هر فرد یا شرکت ایرانی که بخواهد با دنیا ارتباط مالی داشته باشد دچار مشکل می شود و کشورهای دیگر حق ندارند با هر کس که تابعیت ایران را دارد معامله کنند، حالا می خواهد حقیقی باشد یا حقوقی. این حرف کی می زنه؟ آقای علی تقوی کارشناس مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی، یعنی کارشناس، یعنی کارشناس مدیریت دولتی در ایران، اونه که داره این حرف رو میزنه، من نمیگم. خب این که خدمتتون عرض کردم و همین هفته پیش این تصمیم FATF بود اتفاق افتاد، یعنی چی؟ یعنی ضعیفتر شدن بنیه اقتصاد مملکت، گرانی بیشتر در حد سقوط و ریزش پرشتاب از دهک‌های بالایی جمعیت به دهک‌های فقیر و پایینی جمعیت. و به قول بیانیه حزب اصلاح طلب اتحاد ملت ایران، این وضعیتی است که می‌تواند جامعه ایران را در بستر بحران‌ها، آشوب ها و اعتراضات گسترده اجتماعی قرار دهد. نفس بکشیم بریم پرده آخر. همین که اراده کنند یه کاری بشه، خدا هم همون کار رو اراده میکنند خواهد میشه. لذا سید و شهدا تو مسجد نشستن، از آزاده معظم و معززشون حضرت علی یعنی الاکبر سوال میکنن بابا چی دلت میخواد؟ آقا علی اکبر میگن دلم موز میخواد و انگور. و آقا سید الشهدا دستشو به ستون مسجد بزنه و بفرماید موز و انگور بده، ستون شکافته بشه، موز و انگور تو دامن سید الشهدا بریزه. این همه کنار ستون مسجد نشستیم و امامزاده بگه ستون داشت، یه دفعه موز و انگور گیرتون رفت. شب و روزگار خوش.